می نوشتم. ببینید، مزیتی که در واقع اون خصیصه ویژه‌ای که آقای سلیمانی داشت و خب خیلی از فرماندهان سپاه ندارن و از این جهت ضایعه بسیار بزرگیه برای جمهوری اسلامی، غیبتش یا در واقع از دست رفتنش، این بود که سلیمانی هم مورد در واقع حمایت و استقبال این نسل جوانی که بیشتر گرایش دارن به سمت ملیگرایی و ایرانگرایی و در واقع همچین گرایش هایی دارن بود، هم اینکه اون ایدئولوژی شیعه اسلامی رو در واقع که جمهوری اسلامی مدام سعی میکنه ارتقا بده و پخش بکنه و صدور بکنه نمایندگی میکرد. یعنی در واقع از این جهت یک پلی بود که به این راحتی دیگه نمیشه جایگزینش کرد. و من تصورم اینه که به خاطر این همچین حضوری شکل گرفته، یعنی نمیشه به این راحتی این حضور گسترده و عزاداری گسترده رو تقلیل داد به تلاش جمهوری اسلامی برای مثلا بزرگ کردن در واقع اون حمایت مردمی از سلیمانی. 100% این کار رو کرده جمهوری اسلامی، ولی در این حد و حدودی که ما میبینیم، در این ابعادی که ما میبینیم، اگر اون محبوبیتی در بین مردم نداشت، به این شکل در واقع نمیشد مردم رو در واقع بسیج کرد و بیرون آورد برای عزاداری، برای عزاداری سلیمانی. من فکر میکنم یعنی این اتفاق افتاده و اینطوری بوده. خب آقای بهروش، حالا این تصویری که ارائه شده چقدر در این شرایط کمک کننده است برای جمهوری اسلامی؟ ببینید، از این جهت برای جمهوری اسلامی مطمئنن خیلی مهمه. بعد ما ببینید، شما اصلا اون بستری رو که این اتفاق افتاده به لحاظ زمانی نگاه بکنین، همین در واقع همین چند وقت پیش به شدت حکومت تحت انتقاد قرار گرفت به خاطر مثلا سرکوب جمع کثیری از معترضین، و حتی تا جایی شده که اصلا اینها اعداد و ارقام رو هم آمارش رو هم اعلام نمی کنن و این شک و شبه ها به اون پایگاه، به اون هسته های مردمی، به اون پایگاه محوری حکومت در جامعه هم کشیده. خیلی ها در شبکه های شما بینید که اعتراض میکنن. الان یهو فوت یا کشته شدن سلیمانی باعث تقویت احساسات ملیگرایانه میشه و باعث میشه که اون فشار سیاسی، اون فشار افکار عمومی و فشار مردمی تا حدی کمرنگ جلوه داده بشه و واقعا اون فشارش کمتر بشه بر حکومت. و از این جهت من فکر میکنم برد بزرگی برای جمهوری اسلامی و داره استفاده هم میکنه. منتها من با این حال فکر نمیکنم که این برد مقطعی به لحاظ افکار عمومی، روانی و سیاسی بتونه اون خلایی رو که سلیمانی در اون در واقع در جوش دادن ایدئولوژی حکومت با امواج در واقع گسترش یابنده ناسیونالیسم و ملیگرایی در واقع ایفا میکرد، اون خلع رو پر بکنه. یعنی من تصورم این هستش که جمهوری اسلامی نه به لحاظ میدانی مثلا یک فرمانده رو از دست داد، حالا اون ضررش قابل جبرانه، بیشتر بحث تاکتیکیه، ولی بیشتر از ولی ضربه زایعی که از ناحیه از دست رفتن سلیمانی جمهوری اسلامی احساس خواهد کرد در بلند مدت و به طور استراتژیک، وجود همچین در واقع شخصیتیه که مذهب و ناسیونالیسم رو در داخل ایران جوش بده و در واقع به نیروی تبدیل بشه که اون قدرت و احساسات ناسیونالیست رو بیاره پشت ایدئولوژی مذهبی حکومت و جمهوری اسلام. ممنونم از میثم بهروش، پژوهشگر رابطه بین الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو در سوئد با ما.